با توضیح شرایطمون و حالا ویژگی‌هایی که داشتیم از لحاظ تحصیلی و شغلی تونستن به ما کمک شایانی بکنن. یکی از بزرگترین کمک‌هایی که پرشن ماگرنت به پرونده ما کرد در همون روز اول انتخاب کد شغلی مناسب برای من بود. سرعت خیلی چیزا توی استرالیا پایینه. یعنی ما وقتی توی خیابون رانندگی میکنیم شما 50 کیلومتر در ساعت 60 تا 50، اصلا این چیزیه که ما تو تهران عادت نداشتیم هیچ‌وقتش. حالا کلا علاوه بر این که سرعت ماشینا خیلی پایینه، سرعت حمل و نقل پایینه، سرعت کار اداری هم خیلی پایینه. ما کارتمون رو خیلی سریع گرفتیم، دیدیم یه پرووایدری به اسم آپتوس یه پلن خوب گذاشته، ما پلن رو گرفتیم. حالا خیلی هم زود کارمون انجام شد، ولی وقتی رفتیم برای کار بانکیمون دیگه شروع شد یه کوچولو اشتباه انجام بدن، چون معمولا توی پاسپورت ها اینو فکر میکنم خیلی باید هممون حواسمون باشه، توی پاسپورت های ما ایرانی ها نام پدر رو مینویسن در صورتی که خیلی نرم نیست انگار جای دیگه دنیا، و نام پدر من و بهار رو در ادامه اسممون یا فامیلیمون گذاشته بودن به عنوان میدلین ها استفاده کرده بودن. یعنی یکی از مسائل این بود برای ما و ما حواستمون هم، ما فرممون رو پر کردیم دادیم به این آقایی که داشتن کار انجام میدادن، اما خب ایشون اطلاعات و اشتباه وارد کردن، یه مقدار پروسه کارت بانکیمون بیشتر طول کشید، اما خیلی راحت با احترام بدون اینکه هزینه حالا چیزی پولی بخواید دیپازیت بکنید خیلی راحت حساب براتون باز میکنن. راستش ادلید شهر بسیار زیباییه، بسیار شهر آرومیه. حالا ما سیدنی و ملبورن رو ندیدیم، ولی از این نظر که ما از تهران اومدیم، از یه شهر خیلی شلوغ، اینجا برامون خیلی رویاییه به خاطر اینکه آرامشی که داره و اون حتی سرعت پایین کار کردن و رانندگی کردن هم برای ما یه چیز متفاوت و لذت بخشیه. شهر ادلید یه شهریه که یه منطقه میانی داره به اسم سیتی که خب اکثراً ادارجات و بعضی از خونه های مسکونی و یه سری در حقیقت جای دولتی توی اون قسمت سیتی وجود داره و قسمت اعظم شهر اون دور شهره که بهش میگن سابر، که اغلب خونه های مسکونی اونجا قرار داده شده که خب میتونم بگم بالای 95% خونه توی قسمت سابر، یعنی همه برای زندگی و رفت و آمد کردن توی سابر ساکن میشن و خب برای کار به سیتی میرن. فاصله بین سابر و سیتی خیلی زیاد نیست، یعنی شاید ماکسیموم حالا از جاهای متفاوت 10 دقیقه رو با ماشین شخصی راه باشه تا بتونم به محل کار برسن، و از اونجایی که شهر خلوتی اصلا ترافیک هم نداره وجود داره. ببخشید در مورد خونه، این که خونه هایی که قیمت های اجارش مناسبه در حقیقت رقابت روش خیلی بیشتره، شاید کسانی که میخوان تشریف بیارن وضع مالی خیلی خوبی داشته باشن بتونن اجاره های بیشتری بدن، در مورد خونه هایی که سایز بزرگتری داره و اجاره بالاتره رقابت انقدر شدید نیست. ولی خب ما چون خونه کوچیکتری میخواستیم رقیبمون شده بودن دانشجویانی که وارد شدن و کسایی که حالا مهاجره که میخواستن قیمت های مناسب تر خونه بگیرن. راستش ما 27 فوریه وارد شدیم، من از 28 فوریه از ساعت 8 صبح شروع کردم به فرستادن CV برای جاهای مختلف. یعنی میتونم بگم اصلی ترین دغدغه من توی روزهای اول، حالا علی بیشتر کارهای مربوط به بانک و سیم کارت و چیزهای متفاوت رو انجام میداد و من تمرکزم رو به صورت خیلی جدی گذاشته بودم روی ارسال CV برای شرکت‌های مختلف. یعنی از روز اول ورود توی سایت سیک و جاهای شبیه به اون شروع کردم به همه جا CV فرستادن و شاید بالای 200 شرکت مختلف رو فرستادم پشت سر هم بدون اینکه اصلاف وقتی داشته باشم، و از بین اونا 3 جا با هم تماس گرفتن، 2 جا قرار مصاحبه گذاشتن و توی هر 2 جا تونستم تاییدیه رو ازشون بگیرم. و این رو در مورد این قضیه میتونم بگم برگ برنده من چند تا چیز بود. اولا که سماجتم توی ارسال CV و در حقیقت رزومه شغلی بود و وقت رو اصلا تلف نکردم. دو این که اطلاعاتم توی شغل خودم
با زبان انگلیسی بالا بود. این نکته رو میخواستم تو قسمت زبان به دوستان عزیز در حقیقت گوشزد کوچولویی بکنم. اکثریت ماهایی که داریم میایم، حالا حداقل تعداد خیلی زیادی از ما، با پی تی ای میایم و پی تی ای شاید خیلی نتونه به ما کمک بکنه توی اون اسپیکینگ و لیسنینگمون توی ته شغلیمون. و یکی از چیزهایی که اینجا باعث میشه بتونی برای کار اقدام بکنی یا اینکه نه صد راحت بشه، توانمندی انتقال اطلاعاتی که داری از لحاظ کاری به زبان انگلیسیه. و این تونست به من خیلی کمک بکنه که من قبلا تمرین کرده بودم به زبان انگلیسی، سعی کردم هر آنچه که در طول حالا تجربه کاریم هست توی هیت شغلیم رو به زبان انگلیسی بتونم به صورت فلوئنت بگم و توضیح بدم و خودم رو یه جورایی پرزنت بکنم. برای گرفتن خونه یا برای اینکه بتونن هر اقدامی بکنن تو جاهای مختلف، حالا چه شروع کارشون چه جاها، مدارکی لازمه اینجا داشته باشی و ارائه بدی که حالا به تایید استرالیا رسیده باشه. یعنی اتفاقی که میفته اینه که مثلا به شما میگن حدود 100 امتیاز شما باید ارائه بدی، 100 امتیازی که هویت رقیقت شناسایی تو رو مشخص میکنه، که مثلا به طور مثال پاسپورت 50 امتیاز داره، گواهی نامه مثلا 30 امتیاز داره، یک کارت دیگه یک امتیاز دیگه داره. این چیزی که اصلا علی میتونه بعد از صحبتی که من کردم بیشتر در موردش توضیح بده، ولی میخوام بگم که حواسشون به این قضايا باشه. در مورد دو تا کارت میخوایم الان حرف بزنیم که فکر میکنم دوستان خوبه که بدونن، که در مورد گواهی نامه است که حالا علی بیشتر توضیح میده و یکم پروف آف ایج، فکر کنم تنها چیزی که بشه در بعد به ورود گرفتش که شاید حالا دوستان خیلی به گوششون نخورده باشه. این دو تا رو اگر بتونن به همراه پاسپورت داشته باشن، هم توی پروسه گرفتن خونه خیلی بهشون کمک میشه، هم برای شروع کار. کلن گواهی نامه بعد از پاسپورت معتبرترین آیدی اینجاست. هر کسی اگه گواهی نامهش منقضی شده، هر اتفاقی براش افتاده، زودتر اقدام بکنه، گواهی نامه دستتون باشه، تشریف بیارید. البته که با ویزای 491 شما تا 10 تا مدرک رو میتونید به صورت رایگان اینجا ترجمه بکنید و مهر ناتی بگیرید، ولی اگه خواستید از ایران هم میتونید اقدام بکنید، چون اینجا طول میکشه، حدوداً 14 روز طول میکشه و با مدرک با ترجمه گواهی نامه‌تون میتونید راحت تر اینجا کار آیدی و شناساییتون رو انجام بدید و البته به فول لایسنس رانندگی برسید، چون اینجا پروسه 2-3 سال درگیری داره اگه بخواید از صفر شروع بکنید. در مورد پروف آف ایج هم که دوستان تشریف بیارن میرن سرویس سی، حالا با یه سری دغدغه‌ها، یه کارت آیدیه، چون لازم دارید هر جا که میرید میخوان ازتون که آقا شما الان به جز پاسپورت چی داری که من برای شما مثلا فلان کار مرتبط با حالا شغل رو انجام بدم یا خونه رو انجام بدم.